فيوم تبركي شيخ القرآن والحديث مولوه بطل الله خنزده سعيد حفظه الله تعالى بمناسبة أيدي سعيد فتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بتعقيق بيروش شده است به مراد رسيده کسی که شده با ایمان از معاصی و رب خود را به یاد آورد با تكبير سپس نماز نشانه اسلام است به عواله تفسیر کابولی برخی اصلاف می گویند که در اینجا مراد از تذکیه صدقه فطر و مراد از ذکر تکبیرات عید و مراد از نماز نماز عید است یعنی در روز اول عید صدقه فطر سرسایداد بعد تکبیرات و نماز عید را ادا نمود عن ابن اباسن رزیالله تعلها قال فی آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة ساعا من طمر أو شعير او نصف ساع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر او أنثی صغير أو كبير رواه ابو داود ترجمه روايت است ك ابن عباس رالله در روزهای اخير ماه مبارك رمضان به مردم گفت شما زکات روزهتان را بدهید یعنی صدقه فطر را ادا نمایید رسولالله صل الله علهوسم این صدقه را بر هر مسلمان آزاد غلام کنیز مرد زن و کودکان از خرما و جاو یک سا و از گندم نیمسا فرز یعنی واجب گردانیدهاست و عنه قال فرض رسولالله صل الله عله وسم زکات الفطر طهورة للسائم من اللغو والرفث تعم للمساکن رواه ابو داد ترجمه ابن عباس راه روایت میکند که رسولالله صلی الله, صل الله علهوم زکات فیتر را به منظور پاک نمودن روزهدار از وبال سخنان بیهوده ماسیت آلود و شهوتآمیز در جریان روزه و نیز به منظور دست یافتن مساکن و فقرا به غذا و رفع نیازمندهایشان معین نموده است قال رسلالله صالهعلهوم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفره لهم تقدم من ذنبه متفق علیه رسولالله صلی الله علهوسلم فرمودند هر کسی که از روی ایمان درست پنداشتن شریعت و داشتن اعتقاد به فرضیت ماه مبارک رمضان به خاطر طلب ثواب یعنی نه به خاطر ریا بلکه خالصة لله تعالی روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد گناهان گذشتهاش بخشیده میشود با ملت مؤمن و مجاهد افغانستان و مسلمانان جهان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بعد عید سعید فطر را به همه ایتان تبریک میگویم الله تبارک و تعالی روزه، تراوی سرسایه، دعاها و سایر عبادات بدنی و مالیتان را قبول فرماید برادران محترم نخوست از همه باید شکر الله جل جلاله را به جا آوریم هنظام شرعی اسلامی را برای ما عطا کرده است و تحت سایه این نظام مقدس زندگی میکنیم به فضل الله متعال در فضای امن روزه گرفتیم و نماز عید سید فطر را ادا میکنیم و روزهای سرور و شادی آن را هم در فضای امن سپری مینماییم الله متعال میفرماید لین شکرتم له عزیدنکم و لان کفرتم عنی عذابی لشدید قسم است که اگر واقعا سپاس گذاره کنید به نعمت و احسانات من بدون شک نعمات را به شما افسون خواهم کرد و قسم است اگر ناسپاسی نماید به نعمت و احسانات من قطعا عذاب سخت خواهد بود الله تبارک و تعالی در جای دیگر می فرماید قل بفضل الله و برحمته فبذلک و خیر مما یجمعون ترجمه بگو ای محمد به مؤمنان که به فضل قرآن و رحمت دین الله شاد باشند زیرا که این افضل و رحمت بسیار بهتر است از آن همه مالی جمع کرده اند شاید مؤمنان به این خوشحال شوند که موارد یاد شده که قرآن از ماشان اسلام و سایر مقدسات است بسیار بهتر و خیر می باشد تفسیری کابولی به هر نعمتی که شکر الله ادا گردد الله تبارک و تعالی آن نعمت را افضل می کند و اگر خدایی نخواسته ناشکر آن شود الله تبارکوتعالی اوشتاری عذاب را میدهد که خطری بزرگ است به همین سبب بالای برادران مسلمان خود تأکید میکنم که شکرانگی الله تبارک وتعال را فراموش نکنند و همواره بندگان شاکر الله تبارک وتعال باشند نظام شرعی امن حقوت و اتحاد عطا شده از سوی الله تبارکوتعالی چیزهایی بود که ما از چندین دهه بدین سو از آن محروم شده بودیم امروز که الله متعال نیمت های متذکره را برای ما داده است نخست باید شکر آن را ادا کنیم در عقب آن محکم استاد شویم آن را حمایت نماییم اصلاح سازیم و خیرخواه آن بکنیم با ویژه علمای کرام مسئولیت دارند که تمام مردم و مسئولین امارت اسلامی را به بندگی الله متوجه سازند اصلاحشان نمایند مشوره های نیک برایشان بدهند به آنان توصیه کنند خیرخواهی برایشان نمایند امامان مساجد مسئولیت دارند که عقاید اعمال و اخلاق مقتدیان و فرزندان آنان را اصلاح و به تربیت آنها همه روزه متوجه باشند و به گونه دامدار اصلاحشان نمایند و به خصوص از فتنه های عصر حفاظتشان کنند هدف مهم جهاد فی سبیل الله که یک رکن مقدس اسلام است اعلای کلمت الله و تنفیذ شریعت مقدس اسلامی می باشد امارت اسلام نیز برای رسیدن به اهداف جهاد مقدس و حراست از قربانی های مجاهدین به این هدف اساسی اولویت می دهد و برای دستیابی آن تلاش های مختلف را به کار انداخته است تامین عدالت حدود شرعی و تعذیرات شرعی را محاکم در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می کنند جلو زوم را می گیرند و از مظلوم دفاع می نمایند برای جلوگیری از منکرات و اقامه معرفات وزارت امر بالمعروف و نهی المنکر و سمع شکایات در مطابقت به اصول شرعی این وظیفه مقدس را به پیش میبرد علمای کرام و شوراهای متنفذین یک جا با مسئولین برای تطبیق احکام شرعی ارائه مشوره های نیک حفظ وعدت میان علما و تحکیم اعتماد میان امارت اسلامی و مردم به کار مشغول می باشند مسئولین در راستای اطاعت از آنها مکلف شده اند سلسله ایجاد این گونه شوراها پس از ولایات به ولسوالی ها نیز گسترش مییابد و به تدریج شوراهای علمای کرام و متنفذین در تمام ولسوالی ها تأسیس خواهد شد دفاع از محاکم و قناعت به فیصله ها و پذیرفتن آن عمل نمودن توصیه های مسئولین امر معروف و نهی منکر و همکاری در کارها به آنان و پذیرفتن شریعت به گونه انفرادی و اجتماعی مسئولیت هر مسلمان است تعلیم و تربیه وزارت معرف برای آموزش های دینی و اصلی در تمامی ولایات و ولسوالی ها تشکیلات گسترده دارد و صدها مراکز دینی و علمی را فعال ساخته است. به منظور آموزش، تعلیم و کفالت بهتر تمام یتیمان دار ها در هر ولایات و شماری از ولسوالی ها ایجاد شده اند که از سوی یک ریاست مستقل اداره می شود. و مکلفت هر برادر مسلمان است که فرزندان خیش را تربیت بهتر نماید و به آنان تعلیم دهد و برایشان فرصت تعلیمات دینی را فراهم سازند. امنیت افغانستان چندین دهه نابنی نا نابسامانی و مشکلات را متقبل شده است. پس از خستگی ها، قربانی ها و تکالیف زیاد، الله متعال یک انعام بزرگ را برای آن ارزانی فرمود که در اینجا فضای امنیت را حاکم گردانید. هم امنیت ظاهری آمد و هم امنیت باطنی تعین گردید. امنیت ظاهری این است که نفس ها اموال و عزت مردم در امن می باشد امنیت باطن این است استقلال و آزادی آمد و این نعمت بزرگ الله متعال است اکنون شما از این دو گونه امنیت حفاظت می کنید و با مسئولین امنیتی هر نوع همکاری می نمایید و این را مسئولیت خیش می دانید. زیرا الله متعال ما را با آن مکلف نموده است که در نکی با مردم همکاری کنیم و در بدی با کسی همکار نشویم پس جلوی مفسدین را بگیرید و شما در تأمین امنیت مسئولیت دارید اگر خون یک فرد بناحق بریزد تمام ما مسئول می باشیم زیرا الله متعال هر مسلمان را به این مکلف کرده است که جلوی بدی ها را بگیرد و اگر شما همکاری نکنید مسئولین امنیتی خانه به خانه رفته نمی توانند شما به امنیت شهر خانه و کوچتان توجه نموده و به آنان همکاری کامل نمایید یکی از مسئولیت‌های های شرعی نظام و قیادت نظام اسلامی توجه به اقتصاد رعیت می باشد و آن تلاش است که به وسیله آن رعیت از ایتیاجی ها رها می آبد و با زور و بازوی خیش غذای خیش را فراهم می سازد. امارت اسلامی تا حد ممکن تلاش های خیش را در راستای ایجاد شرکت ها به خرج داده است و کارهای آمن منفر انجام می دهد تا زمینه نفقه و رزق مردم فراهم گردد. این تا یک اندازه ای ادامه دارد و کارهای نیز در زمینه آغاز شده است. شما نیز آرام ننشینید، کوشش کنید که به گونه انفرادی و اجتماعی زمینه را برای کارها فراهم سازید. در بین خود شرکت را ایجاد نمایید، فرصت را برای کشت و کار و ایجاد فابرکه ها فراهم سازید. با امارت اسلامی همکار شوید و اقتصاد مملکتان را قوت و روش دهید. امارت نیز توجه می که شرایط بهتر را در بخش های کشت و زراعت، مهار آبها، ساخت فابرکه ها و پیشرفت صنعت برای شما فرهم کند. بالای الله توکل می کنیم، شما نیز تمام راه های جایز را که سبای پیدا کردن رزق حلال می شود تعقیب نمایید از معاملات ناجایز پرهیز کنید مال حلال را کمایی نمایید بر بیگانگان اتکا نکنید و نه هم به طمع دیگران باشید برخورد با همه جهت در چوکات شریعت مقدس اسلامی امارات اسلام افغانستان در چوکات خط مش شرعی خیش با هر کی رابطه سره بر اساس اعترای متقابل دارد و از هر جهت نیز میخواهد خواهد که این نیت و اراده نیک امارات اسلامی را به دیده شک نبیند قول و تعود ما تعود است و از آن نیز توقع توجه به حریم منافع و عزت افغانستان را داریم و می خواهیم که رابط نیک را با ما در پیش گیرند با تمام کشورهای منطقه در روشنای دین مقدس اسلام در چوکات سیاست متوازن و اقتصاد به پیش می رویم. با همه مناسبات خوبی سفارتی و اقتصادی می خواهیم آنان نیز امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان را فرصت خوب بدانند بیشتر از پیش رابط خوب را با ما گسترش دهند با ما فضای اعتماد را ایجاد نمایند و پالیسی بر اساس روحی همکاری را در پیش گیرند با وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان وظیفه سپرده شده است که با تمام کشورها با ویژه جهان اسلام فضای اطمینان بهتر را ایجاد نماید روابط امارت اسلامی با تمام جهان اسلام بر اساس برادری استوار است تمام مسلمانان برادران ما هستند با توجه به این اصل ما باورهای مشترک دینی و عقیدتی داریم منافع مشترک داریم که باید بر مبنای آن دیدگاه های مشترک داشته باشیم در درد و غم همدیگر شریک بوده و به اندازه توان خیش با هم دیگر کمک و همکاری نماییم اتخاذ چنین موقف تمام مشکلات مشترک ما را کاهش و حل کرده میتواند و امارت اسلامی خواهان ایجاد چنین فضایی میباشد. فلسطین قضیه فلسطین قضیه تمام امت اسلامی میباشد. ما یک بار دیگر تجاوز و اشغالگری اسرائیل بر غذا را شدیدن را شدیدا محکوم می کنیم. از تمام کشورهای اسلامی حتی جهان می که هرچی زودتر دست ظلم اسرائیل را کوتاه بسازند تا در آنجا تجاوز پایان یابد به ویجه امت اسلام مسئولیت دارد که از دایه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل نمایند و با یک صدا در معدوده امکانات خیش در کنار فلسطینیان مظلوم استاد شوند جای تاسف است که مدیان حقوق بشر جهان ظلم بر فلسطین را نظاره میکنند و تا اکنون هیچ جناح بین المللی گام عملی در راستای توقف این ظلم ها بر نداشته و مسئولیت خیش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده است. جلوگیری از مواد مخدر ممنوعیت کشت مواد مخدر در کشور بر اساس مکلفیت اسلامی و شرعی امارت اسلامی و تطبیق فرمان امارت اسلامی به گونه بهتر از سوی هموطنان در این خصوص دستاورد بسیار بزرگ می باشد. انجام این کار بزرگ حمایت قاطع مردم از عزم و تصمیم امارت اسلامی را نشان میدهد و بیانگر این است که دیگر افغانستان از مواد مخدر پاک میگردد جمع آوری مواد مخدر در کابل و ولایات و سپردن آنان پس از معالجه به خانواده هایشان یکی از مکلفت های دیگر شرعی است که امارت اسلامی آن را انجام داده و به غم و درد خانواده های یک بخش بزرگ ملت رسیدگی صورت گرفته است تمام مردم افغانستان به این مکلفان که در تطبیق این فرمان با مجاهدین امارات اسلامی همکاری نمایند با تمام مسئولین و مجاهدین امارات اسلامی برای تمام شما توصیه های را می تا همه بالای آن عمل کنید و هر مسئول آن را با زیر دستان خیش نیز شریک سازد تا برای مردم خود خدمت بهتر نماییم با آنان برخورد نیک داشته باشیم و حقوق شرعیشان را بدهیم تمام مسئولین به کارهای خود بسیار متوجه باشند حқуқи биسёрی از мардуم афғاниستоن бо وизоратҳо وилоятҳо рیاسаتҳо в идораҳо مرтбит اст پس اгр кадоم маسئول غафلат میкунд و اиن кораш حқуқи تعдоди زиیёд اз مسلмонон ضاع میгардад و غафلати مаسئوлин др шрیعат عзر пиنдоشтه нمیшаوад маسئوлин бояд др мёنшон зинدگи бродарон доشتа بошанд اз اхتилاф و хуدхوҳӣ اҷتиنоب وрзанд бо اиن кор ثамрهи ҷҳод ки تحкиمи ниظоمи иسлامӣ اсت حифظ میгардд جهاد در برابر شوروی و کمونیزم پیروز گردید شوروی شکست خورد اما در میان مسئولین اتفاق نه بلکه خودخواهی بود به همین سبب بود ثمره جهاد به دست نیامد نظام اسلامی برپا نشد و افغانستان به نابسامانیهای زیاد مواجه گردید امنیت با سختگیری و زیاد بودن تلفات به میان نمیآید بلکه امنیت بر اسر تطبیق شرعیت و عدالت برقرار میگردد و ناامنی زمانی میآید که در برابر شریعت مخالفت صورت گیرد پس اصلاح خود ما ضروری است زیرا گناه هر مسئول و فرد تاثیر منفی بالای نظام دارد از ظلم اجتناب ورزید اگر بالای یک فرد ظلم صورت گیرد نفرین آن تمام نظام را بلرزه می آورد زیرا میان آه مظلوم و الله پاک پرده وجود ندارد دشمنان ما در انتظارند مانند مجاهدین که پس از پیروزی جهاد بر ضد کمونیسم میانشان اختلاف پیدا شد میان مسئولین امارت اسلامی نیز اختلاف رونما گردد مگر ما برایشان میگوییم که این آرمانتان ان الله تعالی برآورده نمی شود قل موتو کم ان الله علیم بذات الصدور مردم افغانستان بسیار رنج دیده اند، بسیار ظلم ها بالایشان شده است و قربانی های فراوانی داده اند این پیروزی در اثر قربانی های این مردم به میان آمده است پس این مردуم را بسیار قаدر و خدمتشان را کуنید و صدایشان را بشنوید این که دیروز در خانههایشان برای ما جای دادند و نانشان را با ما نصف میکردند و امروز آنها را فرامӯش کуنیم این بیوفایی و جفایی است که به شعن مجاهد کاملا مناسب نیست هیچ کسی باید به ناحق آزار نبیند اگر کسی زиندانی میشود باید از وی احوالگیری صورت گیرد که کسی از وی بیجا شکایت نکرده باشد ё به جرم اندک تакلیфи بیшتаر баرایш نرسд پаس احتیاط куنед کи بа گونهи ناحқ از شуما озоر нبینд ҳیҷ гونه تفرиқه و тبعیض др иمоرаت иسلامӣ ҷا نдорд фрدی از جنوب در شمоل مаسئول است و ز شمال دр جنوب مаسъول بوдه و خدمаت خواهад каرд امتیاز بر اسоس تқوо اهلیت و امоنатدارӣ خواهад بود باд فкرи قوم زаبоن و سаم дر میёن مаسئولиن بа میён ناд و اگر نزد کسی این مرض باشد همه وی متوجه شوند و جلوش را بگیرند اگر کسی محتاج باشد و از آن خبر شوید خود را به وی برسانید و این تفاوت را قائل نشوید کی هست و از کجا است این دوره می گذرد و ما و شما باید تلاش نماییم که برای نسلهای آینده تاریخ خوب لواحی خوب و اصول خوب به جا بگذاریم توجهی بیشتر به آخرت و رضای الله متعال نماییم روز دهنده و حفاظت کننده ما الله متعال است تمام قدرت های دنیا نه روزی شما را گرفته می توانند و نه آن را قطع می توانند و نه هم زندگی شما را گرفته می توانند به الله متعال توکل کنید و در راستای به دست آوردن رضای الله متعال تلاش نمایید مردم را به حکم و اخلاق اسلام ترغیب و تشویق کنید به عوض جبر و اکرا از ملائمت و تشویق کار بگیرید با زرگوی مردم از شما نفرت می کنند و با تشویق با شما دوستی و اخلاص می نمایند. کوشش کنید که عادات شرعی و معمولات دینی تعلیم و تعلم دوره جهاد از شما ترک و فراموش نشود. تعلقتان را با قرآن کریم نگه دارید حد دا اقل روز یک بار برخ از قرآن کریم را تلاوت کنید. خاطر وظایف بلند خرسند نشوید و اگر از وظیفه سبک دوست شدید ناراحت نشوید. هدف این که به منصب قلبهایتان را وابسته نسازید. از چهره های بدنام دوره های گذشته عبرت بگیرید و از این گونه اعمال و اخلاق خود را نگه دارید زیرا سبب بدنامی و بدگمانی میگردد گردد با اخلاق سلف و صالحین خود را آراسته سازید مساعدت با فقرا بالای افراد سرمایهدار و مالدار صدا می کنم که در این شب و روزهای مبارک اید افغانهای نادار و فقیر را فراموش نکنید آنان برادران ما و شما هستند همکاری و کمک به آنان وجیبه ما و شما می باشد و همه ایتان در چوکات امکانات خیش با افراد بی بزاعت و فقیر کمک و مساعدت نمایید. در اخیر یک بار دیگر عید سید فطر را به همه ایتان تبریک می گویم. الله متعال همه شما را از هر گونه آفات حفاظت نماید و الله پاک موفقیت ها را نصیبتان کند. و السلام امیر المؤمنین شیخ القرآن و الحدیث مولوی حبت الله خونزاده حفظه الله تعالی